چند تا نکته میخوام بهتون بگم. در شرایط خیلی عجیبی هستیم. ببینید الان دول غربی اومدن دارن صحبت میکنن از مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر این چیزیه هسته‌ای که بهتون حالا داستان رو خواهم گفت قضیه چیه. من قبلا گفتم یک نیم قدم عقب نشینی ما باعث خواهد شد که اینا شروع کنن اهدافشون رو با جمهوری اسلامی موازی بکنن. حالا ما عقب نکشیدیم اینا، ولی باز دارن این هدف رو انجام میدن. قضیه چیه؟ وقتی اینا بیان صحبت کنن از بازگشت به مذاکرات هسته‌ای، میخوان فکت چک بگیرن، میخوان واکنش ما رو ببینن. واکنشو بعد واکنش شدیدی باشه. از آن طرف رئیس جمهور چین میره به عربستان، چون میدانند رژیم سقوط خواهد کرد. این خودش یه کد سقوط است، چون اینا نیاز به نفت دارن، برای تامین نفتشون میرن سمت عربستان. عربستانی که بن سلمان لج کرده به بایدن خوابالود، نفت رو چیکار نمیکنه؟ قیمت نفت رو تولید نمیکنن که قیمتش بیاد پایین. چرا؟ چون با پوتین هماهنگن. ببینید چقدر هم وصله. پوتین در اوکراین وارد اوکراین شد، یه تنشن ایجاد کرد. این تنشن باعث شد که قیمت نفت بره بالای 85 دلار. وقتی قیمت نفت بره بالای 85 دلار، چون اینا فقط اسلحه و چه میدونم انرژی، کار صادرات اسلحه و انرژی هستن، به نفعشان خواهد بود. حالا عربستان و چین هم با هم الان متحد شدن. عربستان میخواد به چین نفت بیشتری بده، چون چین مطمئن نیست از شرایط ایران. اینا در فردای ایران آزادن، به دنبال منافع خودشون هستن. حالا یک حرکت زیرکانه صورت گرفته. شاهدخت نور پهلوی چند روز پیش در سنا حضور داشتن. ببینید ایشون رفتن اونجا و الان این بیانیه جدید از آن روز بیرون آمده است که ایشان در یک زیرکی بسیار درست حسابی در مهد دموکراسی فرانسه، در مهد دموکراسی در دموکراسی پاریس، در دموکراسی در دموکراسی در سنای فرانسه رفتن نشستن، دارن صحبت میکنن، میگن شمایی که ادعای دموکراسیتون میشه، دموکراسی بازای کلاسیک، دول غربی، دارین چیکار میکنین؟ این همه حرف 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 برای چی؟ یه جریانی رو انداختین، چهار تا مو قیچی کردین و ما با شما هستیم، ما با شما هستیم، که میخواییم برگردین با این رژیم مذاکره کنید، چون اینا از ایران آزاد میترسند، اینا از پیشرفت ایرانیان میترسند. منظورم از ترس رو میدونید چیه دیگه، اینه که این حرکت زیرکانه صورت میگیره. دقیقا امروز کلیپش میاد بیرون که ما حواسمون به شور به شما هست. پهلوی در اوج خطرات و تهدیدات کدها رو میرساند. حالا نگاه کنید ببینید اون گلوبالیست هایی که قصد دارن ایران رو به تجزیه برسونن و اتحاد شما ندونسته، بیایم دوباره اینا رو لیست بندی کنیم. ما در پروژکت لون بارها توضیح دادیم، دوباره دارید میبینید. ما راکفلر ها رو داریم که ازش الیت واشنگتن میاد بیرون. واشنگتنی که در دیستریکت آف کلمبیا در مرکز واشنگتن زندگی میکنن، در محله هایی که اینا زندگی میکنن قانون امریکا شامل اون نمیشود. ببینید چه جنایتکارانی هستن اینها که دونالد ترامپ بر علیه اینها برخواسته است. بعد از الیت واشنگتن جورج سوروس مفقود را داریم که رئیس الیت واشنگتن است، دست راستش باراک اوباما و دست چپش هانتر بایدن، پسر جو بایدن نیست. هانتر بایدن خیلی داستان مشکلات اخلاقی و اینا داره که لپتاپش رو الان ایلان ماسک داره کم کم رو میکنه. از آن طرف ما بنیاد کلینتون رو داریم که معلوم از اسمشون، بعد نئوکان ها، نیو کانسرواتیو ها رو داریم. اینها میشه جورج پوش و پنس و بعد مایک پومپئو. چرا پنس و پومپئو میرن توی با این تروریست های مجاهدین خلق میشینن برای اونا صحبت میکنن؟ چون اینا نیوکان هستن. از این طرف ما نایاک رو داریم که از الیت واشنگتن تزریق میکنه، الیت واشنگتنی که از راکفلر ها گرفته شده. راکفلر هم خودش تغذیه میکند نایاک را. برادران پارسی رو داریم. ببینید این شرایط عنکبوتی رو ببینید. این حالا قسمتی از این داستان است. تمام این جنایتکاران بر علیه پهلوی ایستادن، زیرا پهلوی یعنی ایران، یعنی تمامیت ارضی ایران. بچه‌ای که پهلوی نیستید، وقتی تمام این جنایتکاران بر علیه پهلوی ایستادن که خودتون میدونید اینا جنایتکارن، این یعنی چی؟ این به چه معنی است؟ اینا میدونن حضور خاندان پهلوی، حضور خاندان پادشاهی یعنی بقای ایران، یعنی ایرانی پیشرفته، ایرانی که بار دیگر باز خواهد گشت به آن مرتبه‌ای که در جهان بود. اینا اینو نمیخوان، دست به دست هم میدن در قامت دوست. خیلیاشون گفتم اصلا ممکنه فردا نایاک بیا تحریم‌های حقوق بشری بر علیه جمهوری اسلامی رو اصلا تایید بکنه. هر کسی که گفتم هر کشور چقدر جالب داره معنی میشه حرفام، هر کشوری که بیشتر سنگ حقوق بشر ملت ایران رو به سینه میزند، بیشتر در جنایت‌ها با رژیم شریک بوده است، که اینا از فردای آزادی در فردای شکست سقوط رژیم جنایتشون رو خواهد شد. دوباره دارم میگم هر کشوری که اکنون بیشتر دم از دموکراسی برای ملت ایران میزند، بیشتر داستان داشته، بیشتر جنایت کرده بر علیه ملت ایران. حرفای من داره معنی میشه که اینا یهو برگشتن دارن میگن مذاکرات هسته‌ای. خب ببینن واکنش شما چیه. اعدامو هم که دارید میبینید. بچه‌ها ما در جنگ هستیم. این یک هرم شیطانی است. مافیا جلو اینا سیندرلا است.
پس زیرکی رو ببینید، زیرکی شاه تخنو رو ببینید که در چه زمانی این کلیپ رو روم میکنه و چه چیزهایی دارن میفرمایند در اونجا. پس تمام این جنایتکاران که بر علیه پهلوی برخیزن نشانگر چیست؟ یعنی حق با پهلوی است. هر کسی که گنداب رسانه که دیدید حضور شاه تخنو رو چرا گنداب رسانه بهش نپرداخت انقدر در فضای مجازی بچه‌ها گفتن که بیشتر تاثیر داشت. هر کسی که گنداب رسانه با دشمن باشد حق با اوست. هر کسی که الیت واشنگتن با او دشمن باشد حق با اوست. هر کسی که تمام این جنایتکاران بر با او دشمن باشد حق با اوست. حال میخواد پهلوی باشد یا کسی دیگه. الان خاندان پهلوی یک تنه در برابر تمام اینها ایستادند، زیر این همه فشار و تهدید و قصدی که خانواده 3 نفر از خانواده رو کشتن و اینا رو باید ما ببینیم. ما راهی چاره جز پهلوی نداریم. همه تک تک خواهند رسید به این موضوع، موضوعی که شاید برخی زودتر رسیده باشن برخی بعدتر. کسایی که زودتر نرسیدن ممکن میگن چی میگی غیر پهلوی سر رو دارم میگم. بچه‌ها پهلوی تنها راه نجات است. من این همه سال پژوهش کردم، پهلوی تنها راه نجات است.